سلام سلام، من زئوس هستم، خدای خدایان. امروز میخوام در مورد قمار در اسلام بگم، یعنی نمیخوام بگم قمار خوبه یا بده، فقط میخوام نظر اسلام رو بگم. قمار همون شرط بندی در بازی ها هست. از نظر اسلام قمار حرامه. تمام. فیسبوک من رو فراموش. اگه نظر من رو میخواید، خب در سطح جامعه ما قانون داریم و در حد شخصی هم هر کس عقل داره و میتونه به کارش بگیره. آره، نیازی به قرآن و حدیث و فتوا نیست. ما بچه مسلمون ها این حرام بودن قمار رو عقلانی میدونند و برای همین به اون افتخار میکنند، میگن این حکم اسلام کاملا عقلانی است و در قرآن اومده. اما چرا قمار در اسلام حرامه؟ خب پاسخ آیت الله مکارم رو بخونید. فلسفه تحریم قمار در اسلام رو میگه. قمار بزرگترین عامل هیجان هست. هیجان؟ هیجان؟ هیجان بیماری میاره، خوب نیست. اسلام خیلی نگران سلامتی ما هست. قمار با جنایات رابطه داره. 30% مستقیم رابطه داره و 70% بقیه هم غیر مستقیم رابطه داره. یعنی اصلا هیچ جنایتی بی ربط به قمار نیست، وجود نداره. به من چه، این نظر آیت الله مکارم هست. قمار اصلا ضررهای اقتصادی داره، زیانهای اجتماعی داره، فساد اخلاقی، ضرب و جرح، جرائم جنسی، طلاق، خودکشی، اینها معلول قمار هستند. اصلا تعریف قمار از نظر آیت الله مکارم این میشه که، از رو میخونم، قمار یعنی قربانی کردن مال و شرف برای به دست آوردن مال غیر به خدعه و تزویر و احیانا به عنوان تفریح و نرسیدن به هیچ کدام. بله، قمار چیز خوبی نیست. حالا این وسط علما علاوه بر حرام بودن قمار یک سری چیزای دیگه هم پیرامون این حکم وضع کرده اند. از جمله برخی وسایل بازی و سرگرمی رو آلات قمار معرفی می کنند. میگن شرط بندی در هر بازی حرامه، قماره، اما با این وسایل بازی بدون شرط بندی هم باز حرامه، همون حکم قمار رو داره. ای بابا، میگید قمار رو برد و باخت و شرط بندی ضرر اقتصادی داره، اجتماعی داره، جنایت میاره، آخه بازی همینجوری الکی چی؟ میگن نه دیگه، این بازی ها آلات قمار هستند، از جمله شطرنج و پاسور و تخت نرد. و آخر عمر آیت الله خمینی بود که در یک نمایش پرسش و پاسخ در رسانه ها آیت الله خمینی شطرنج رو بدون شرط بندی حلال کرد و موسیقی رو هم اگه متناسب با مجالس لهو و لعب نباشه حلال کرد. قم سر و صدایی به پا کردند، اعتراض کردند و اون هم طی یک نامه رفت و برگشت بین آیت الله قدیری و آیت الله خمینی رسانه‌ای شد و آقای خمینی از فتوای خودش کوتاه نیومد. و بعد یک جا آقای خمینی گله کرد که علمای قم به من تهمت حلیت قمار و موسیقی زدند، یعنی گفتن که او قمار و موسیقی رو که حرامه حلال کرده. به هر حال از اونجا که آیت الله خمینی قدرت نامتناهی داشت، حکمش هم پا بر جا موند. کمی بعد از فوت آیت الله خمینی، در حالی که حکومت اسلامی به خاطر مراعات مسائل سیاسی آیت الله عراقی رو مرجع اعلم پس از خمینی خوانده بود، از آیت الله عراقی در مورد پاسور استفتا کردند که مثل شطرنج اگه بدون شرط بندی باشه چی؟ و ایشون حکم داد که پاسور هم بدون شرط بندی اشکالی نداره. آقا قم دیگه دا اون دفعه آیت الله خمینی بود، قدر قدرت حاکمه بود، قم نتونست کاری کنه. اما دیگه این آیت الله عراقی که دیگه عددی نیست. خلاصه قم شلوغ کردند، اعتراض کردند، بلافاصله دفتر آقای عراقی فتوا رو پس گرفت.
یعنی شما با اتومبیل از روی آدم ها رد شو، مردم رو به گلوله ببند، اصلا قم چیکش در نمیاد. ولی بگی آلات قمار اشکال نداره، آخ 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 آخ، قم قیام میکنه، اصلا شوخی نداره. بگذاریم، ما با همه این حرفا، ما کلی روایت داریم که پیامبر قمار بر سر سبق و رمایه رو حلال میدونسته. اصلا هر وقت کسی بر این دو مورد قمار میکرده، ملائکه اونجا جمع میشدند. سبق مسابقه اسب دوانی یا شتر سواری است و رمایه مسابقه تیراندازی است. توجیه حضرات اینه که این دو کار برای کسب آمادگی جنگی مفید بوده، برای همین قمار بر این دوتا مسابقه حلاله. آیا واقعا برای کسب آمادگی جنگی قربانی کردن مال و شرف ایراد نداره؟ خوده و تزویر چی؟ اون زیانهای اجتماعی اقتصادی جنایت چه شد؟ شرط بندی بر سر اسب دوانی آیا موجب جنایت نمیشه؟ موجب کسب مال مفت نمیشه؟ آخه وقتی میگن قمار این معنا رو داره، خب همه جا این معنا رو داره دیگه. با چهار تا حدیث همه چی فراموش شد؟ یعنی هرچه دلیل عقلانی برای تأیید حکم شرعی خودشون آوردند، همش میشه دلیل غیر عقلانی بودن احکام شرعیشون در مورد این دو قمار. آیات قرآن هم این دوتا رو استثنا نکرده، اما قرآن چه اهمیتی داره؟ وقتی علما بر سر چند تا حدیث توافق دارند، قرآن مهم نیست. قرآن گفته قمار گناه کبیره است، نگفته که همه جور قماری گناهه ها؟ اینجوری همیشه میشه قرآن رو دور زد. حالا جالبیش اینجاست که آیا این قمار بر سر تیراندازی و اسب دوانی فقط برای کسانی حلاله که واقعا دارن آماده میشن برای جنگ؟ فتوای اسلامی میگه نه، برای هر کسی که میخواد با این دو شیوه تفریح کنه هم قمار حلاله. چون قرنها پیش این ورزشها برای آمادگی جنگی خوب بوده. امروز برنده مسابقه تمام اموال بازنده رو هم مال خودش کنه حلاله. طرف رو به خاک سیاه نشونده مهم نیست، شرط بسته دیگه. عوضش این مسابقه ده ها قرن پیش برای آمادگی جنگی خوب بوده. احکام مترقی اسلام که میگن اینه. حالا امروز مسابقه ماشین سواری و دویدن و چتر بازی و این چیزا برای آمادگی جنگ استفاده میشه. آیا امروز قمار بر این بازی ها هم حلاله؟ در اینجا بین علمای اعلام اختلاف هست. یکی میگه نه، فقط تیراندازی و اسبانی و شتر سواری، و یکی میگه نه، هر ورزشی که برای آمادگی جنگ استفاده میشه قمار بر اون حلاله. باز تأکید میکنم حتی برای کسانی که فقط دارند با این بازی ها تفریح میکنند، قمار برای اونها هم حلاله. حتما نباید قصد آمادگی جنگ داشته باشند. خب من اینجا به فتوای یک نفر میخوام اشاره کنم که آدم جرأت نمیکنه اسمش رو هم بیاره، فقط میگم مقام عظما. طبق گفته یه سایت سراج، از مقام عظما سوال کرده اند، استفتا کرده اند. با سلام، مصدی است، بفرمایید. با عنایت به حلال بودن شرط بندی در تیراندازی، آیا این امر شامل تیراندازی با سلاح الکترونیک، داخل پرانتز نوعی سلاح لیزری که در واقع شبیه سازی واقعی است، از سلاح رایانه‌ای کامپیوتری، دارت، هدف زنی با چاقو و سرنیزه، تیراندازی با خمپاره انداز، تانک یا هواپیما هم میشه؟ و پاسخ عظما چنین هست: در تیراندازی و همچنین مسابقه با تانک و هواپیما و سایر ادوات جنگی که کاربرد نظامی و دفاعی دارند اشکال ندارد، و شرط بندی بین مسابقه دهندگان و تیراندازان در هر وسیله‌ای که موجب تقویت بنیه دفاعی و نظامی می باشد بلا مانع است، و دارت حکم تیراندازی را ندارد و شرط بندی در آن جایز نیست.
پس ظاهرن شرط بندی روی این بکش بکش های کامپیوتری جایزه، چون امروز استفاده نظامی و دفاعی داره دیگه. برخی از این پهپادها میشینی پشت کامپیوتر شلیک میکنی دیگه. یا الان مد شده این مسلمان های جهادگر در سرزمین کفار مثل این بازی های جی تی ای با اتومبیل از روی آدم ها رد میشن. خب این کاربرد نظامی و دفاعی هست دیگه. این بازی ها شرط بندی درش حلاله. آقا قمار هر ضرری داره مهم نیست، بالاتر از خدا که نیستید، حکم خدا اینه که حلاله. فقط مواظب باشید که با ورق پاسور حتی به صورت رایانه‌ای هم بازی نکنید که خدا شما رو میبره جهنم. فیسبوک من رو هم فراموش نکنید، من زئوس هستم.